داروها در ایران گرانتر شده و برخی از داروها اصلا یافت نمی‌شوند. تحریم‌ها نیز کماکان بر بازار دارو تأثیر مخرب دارند. بسیاری از مردم نان شب خود را به دشواری تهیه می‌کنند و مصرف دارو در حال تبدیل شدن به کالایی لوکس است. ابتدا در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده است توجه فرمایید. بر اساس آمارهای رسمی، خرید دارو از توان خرید مردم ایران خارج شده و بسیاری از مردم برای تأمین هزینه‌های درمان، دارایی‌های خود از جمله خانه و ماشین را می‌فروشند و رشد صعودی قیمت دارو برخی از بیماران بیماری‌های خاص را به عدم مصرف دارو وادار کرده است. مقام‌های دولتی ایران همواره کمبود دارو در کشور را به تحریم‌های بین‌المللی پیوند می‌زنند و با ادعای حمایت از تولید داخلی از واردات داروهای مورد نیاز خودداری می‌کنند. اما مقام‌های اروپایی و آمریکایی بارها اعلام کردند که تحریم‌های بین‌المللی غذا و دارو را شامل نمی‌شود و ایران می‌تواند از محل پول‌های آزاد شده برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر نیازهای بشر دوستانه اقدام کنند. بیماران و متخصصان هم تأکید می کنند که برخی داروهای ایرانی نه تنها اثر بخشی لازم را ندارند که بیمار را به عوارض ثانویه نیز مبتلا می کنند. میترا قاسمی راد، مدیر عامل مؤسسه خیریه بیماران خاص، با بیان اینکه داروهای هندی و ایرانی زیاد است، گفت که پزشکان این داروها را قبول ندارند و عقیده دارند که این داروها در برخی از سطوح سرطان نتیجه نمی‌دهد. برخی بیماران داروهای مورد نیاز خود را با هزینه‌های گزاف از کشورهای همسایه تهیه می‌کنند، در حالی که همه بیماران توانایی مالی کافی برای خرید دارو را از کشورهای دیگر ندارند و در این شرایط جان بیماران به خطر می افتد. علاوه بر کمبود دارو، تجهیزات پزشکی در ایران برای درمان تمام بیماران کافی نیست. کمبود امکانات درمانی برخی افراد را به مهاجرت‌های پزشکی وادار می کند. روند مسافرت درمانی برخی بیماران سرطانی ایران به کشورهای همسایه، به خصوص ترکیه، افزایش یافته است. گفتنی است پس از اینکه وزارت بهداشت ایران تأمین سهمیه داروخانه ها را به رعایت حجاب اجباری مشروط کرد، فعالان و انجمن های مرتبط با بیماری های خاص افشا کردند که شمار زیادی از بیماران در پی خودداری وزارت بهداشت از تأمین داروهای مورد نیاز آنان جانشان را از دست دادند و بسیاری دیگر نیز به دلیل هزینه های سرسام‌آور به اجبار روند درمانشان را متوقف کردند و اکنون وضعیت نامساعدی دارند. هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان، نیز در پیوند با این موضوع گفت که مشکل داروخانه ها حجاب نیست، بلکه کمبود دارو، تحمیل خرید و فروش اینترنتی دارو و دخالت ارگان های نامرتبط در حوزه سلامت است. دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکا در استان مازندران، برای توضیحات بیشتر پیرامون این گزارش همراه ما هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام علیکم. بزرگوار. آقای دکتر، دلیل مشکلات دارو و درمان در ایران چیه و چه راهکارهایی برای حل این مشکلات فراروی آن وجود داره؟ بفرمایید. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خدمت شما و عزیزان دستن در کار مجموعه رسالهی باب حسین علیه السلام و بینندگان و شنوندگان عزیز، اصولا مشکلات در ایران رو در سه تا سطح میشه همیشه در همه حوزه ها بررسی کرد. یکیش سیاست های خارجی جمهوری اسلامی، دو سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی و ضعف‌های ساختاری در اون حوزه مربوطه که مد نظر ما اینجا دارو درمانه که وزارت بهداشت و درمان رو شامل میشه.
تأخیرم متاسفانه پیرو به تلاش‌های جدی برای جرم‌انگاری نوع پوشش در مجلس، دستور عمل اجرایی طرح نور از طرف داستانی کل کشور به فراجا و تا مصوبات ادارات دولتی از خیابون تا بیمارستان، از سنگ قبر گرفته تا حتی خدمت شما عرض کنم دستگلی که اخیراً دوستان ما در معاونت غذا و دارو جناب آقای دکتر محمدی که تنظیم سهمیه دارو داروخانه ها رو منوط کردن به این که بحث حجاب رو در داروخانه ها جدی بگیرن. من در خدمتم اگه سوال دیگه هست. تشکر میکنم از شما آقای دکتر. با تشکر از دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمون که از شهرستان نکا در استان مازندران با ما همراه بودند.